یه نکته جالب در مورد این رله ها میخوام خدمتتون عرض کنم. یه برد یخچال برامون اومده که متاسفانه رلهش مشکل داشت. خب رله فابریکی این یخچال این رله بوده که خب ایراد داره. نحوه تست رله هم که میدونید چجوریه، این دوتا پایه بوبین نرمالی، این پایه مشترک و نرمالی کلوز و نرمالی اوپن که در حالت عادی نرمالی کلوزه و زمانی که بوبین رو فعال میکنید نرمالی اوپن کلوز میشه، بسته میشه و کمپرسور کارش انجام میده یا هر فعالیت دیگه که رله میخواد انجام بده. خب میریم سر وقت تست این رله و اون نکته جالبی که اتفاق افتاده. ابتدا من یه تست از این رله میگیرم که پایه نرمالی کلوز رله مشخصه. میبینید که این پایه، این رله خرابه و اصلا هیچ عکس العملی نداره، یعنی تست بوق باید بوق بزنه، این رله عملکرد نداره. حالا ما بوبینش هم فعال میکنیم، ببینید صدای کنتاکتش میاد ولی رله عمل نمیکنه. میبینید که رله اصلا عمل نمیکنه. خب این رله مشکل داره، این رله رو میندازیم دور. با سه تا رله نو که هر سه تا مربوط به یه شرکت میشه در خدمتتون هستم. این سه تا رله، رله هایی هستن که قرار جایگزین این رله خراب بشن. خب این رله خراب رو انداختیم دور و میریم سر وقت این سه تا رله نو. شما یادتون باشی که هیچ وقت رله رو قبل از اینکه بیرون مدار تست نکردیم روی بورد نبندید که بریم ببینیم که چه اتفاقی برای این رله ها افتاده. خب رله اول رو ما یه تست میکنیم، ببینید بوبینش رو تست میکنم، صدای بوبین رله میاد، بس بوبینه سالم. خب یه تست نرمالی کلوزش رو میگیرم، این اساس اتصال نداره، میبینید که رله نوه. خب حالا من این تست اتصال نرمالی کلوز که میگیرم این قسمت اصلا به هم اتصال نداره. شما اگه روی بورد ببینید اینجا باید نرمالی کلوز متصل باشه، یعنی روی بورد باید نرمالی کلوز اتصال برقرار کنه و تا این بورد مشکلی براش پیش نیاد. خب بوبینش هم وصل میکنم و تست بوبین میگیرم، اینجا کنتاکت نرمالی اوپن متصل شده ولی نرمالی کلوزت متصل نشده و تو این قسمت که باید اینجا در حالتی که کمپرسور توی مدار نیست این قسمت متصل باشه این اتصال برقرار نمیشه و این رله مشکل داره. خب این رله نو هم با اشکال مواجهه که حالا یه رله دیگه هم هست که رله دوم. این رله دوم هم تست میکنیم، اول تست قسمت کلوز، بله اتصالش برقراره. حالا میریم تست بوبی، ببینید اینجا هیچ صدایی این رله نداره. خب با اینکه صدایی نداره بازم وصلش میکنیم، هیچ اتفاقی برای این رله نیفتاد. خب بوبین این دستگاه کار نمیکنه. خب این رله میره کنار. حالا رله بعدی، رله بعدی رم تست نرمالی کلوز اوکی، میدیم تست بوبین، صدای بوبینش هم جالبه وقتی سالم باشه. خب این اتصالش هم برقرار شد، اینجا هم که قطع شد. پس در نهایت ما سه تا رله رو تست کردیم تا تونستیم به این رله برسیم. برای همینه که میگم قبل از این که میخواید روی بورد یه رله رو ببندید قبلش تست کنید، چون اگر این رله ها ایراد داشته باشه و شما رله رو ببندید بعد ببینید که وارد مدار نمیشه، باز مجدد باید زمان بیشتری رو بذارید تا ابیابی کنید و حتی که خطاتون رو پیدا کنید. پس خطای بعضی از قطعات میتونه شما رو به اشتباه بندازه و مشکلات بیشتری رو براتون ایجاد کنم.